مهر بخش. این روز اوله ها، اینا همه روز اوله. یه قسمت روز دوم اول بگم. گزارش سی تی اسکن مغز در روز دوم توسط رادیولوژیست کاملا عادی گزارش شد و شواهد از خونریزی یا خونریزی شواهدی از خونریزی یا شکستگی جمجمه یا شواهدی و حتی شواهد اسکمی گزارش نشد. روز اولشون اسکمی نوشتن داشت. دوباره میخونم. در سی تی اسکن مغز انجام شده شواهد نرسیدن اکسیژن و خون به مغز، یعنی اسکمی مغزی تو پرانتز، وجود دارد. روز دوم گزارش سی تی اسکن مغز در روز دوم توسط رادیولوژیست کاملا عادی گزارش شد و شواهدی از خونریزی یا شکستگی جمجمه و یا حتی شواهد اسکمی گزارش نشد. حتی هستن بعضی 5-6 تا مغز دارن. خب ادامه. حالا چی میگن؟ جالبتر. حتی از این جالبتری واقعا نمیشه. تا اینجا مشخصه که دروغه. امیدوارم مشخص باشه. این جالبه. ببینید اینجا نوشتن که بیمار در حین بستری در بیمارستان به علت تشنج مایوکولونوس و با توصیه متخصص مغز و اعصاب تحت درمان با فنیتوئین، یه داروی برای تشنج اینا، قرار گرفت. تشنج داره. و در مشاوره جراح مغز و اعصاب هم به علت ادم منتشر مغز توصیه شد تا فنیتوئین ادامه یابد. خب پس ادم یعنی ادیما، ما میگیم یعنی تورم و اینا، خب التهاب. ببین مغز ضربه خورده، مسلما ملتهب شده. خب حالا من از کجا به شما میگم ضربه انقدر شدید بوده که شکسته، و از کجا مطمئنم، یعنی با دلیل، که ایشون خانم مهسا امینی عزیز به دست این جونورا به قتل رسیده و اینا میدونستن به قتل رسیده و میدونستن سرشون ضربه خورده. چرا؟ ببین شما وقتی که ادم مغز دارین، ادیما دارین به قول ما، یکی از کارهایی که میکنن جراح متخصص، آه اینشم جالب میشه، جراح مغز و اعصاب تو پرانتز نروسرجری، جراح مغز و اعصاب میشه نروسرجن. امکان نداره یه نروسرجنی اسم به خودش بگه نروسرجری، یعنی بخش مغز و اعصاب. خودتون نوشتین. حالا بیمارستان نمیدونه نروسرجن و فرقش با نروسرجری چیه؟ بیمارستان کسرا. خب حالا ببینید وقتی که ادیمای مغز دارین ملتهب میشه، خب گفتیم مغز جا نداره، میره پایین. پایین هم که بره خطرناکه. یکی از راههایی که خیلی معموله چیه؟ میان فلپ ور میدارن استخونای مغز رو، بعضی وقتا دو طرف، بعضی وقتا یه طرف رو ور میدارن. چرا؟ وقتی که گشاد میشه نره پایین که بیمار فوت کنه، همه چی از بین بره، مغز از بین بره، که بیاد بالا. خیلی وقتا کار نمیکنه، ولی این امتحانو میکنن. برای چی برایشون این امتحانو نکردن؟ مغز شکسته بوده، ضربه خورده بوده، میخواستن میگن آقا آسیب بیشتری به این نزن، شاید بیان ببینن فلان شه. اینو معلومه همش دروغه. برای چی جراح نوروسرجری این کار انجام نداده؟ نه مطمئنم، هیچ وقت توهین نمی کنم به جراح مغز اعصاب ایران ها. من دارم میگم من مطمئنم این گزارش رو اینا نوشتن و سوء تفاهم نشه. من دانشجو اینو میدونم. خب حالا یه داستان جالبه دیگه اینه که اینا یک توده، کجا نوشته بود؟ توده اصلا نوشته بود کانسالیدیش اینا، در سیزیسکن ریه سفید شدگی کانسالیدیشن ریه چپ گزارش شد. خب بعد علت عفونت، روز این در واقع یه روز گذشته ایشون عفونت کرده و کانسالیدیشن هم درست شد، یعنی
و آنتی بیوتیک هم آغاز کردن. آها حالا یکم بیاین پایین تر، اینم بگم ببخشید خیلی ویدیو طولانی شد. کاش زده بشاری به دلیل انجام عربیت احیاء قلب. دوباره اینجا نوشتن دچار اختلالات ریتم قلب و کاهش فشار خون متعاقب آن کاهش سطح هوشیاری شده و به دلیل انجام عملیات احیاء قلبی تنفسی غیر موثر در دقایق حساس اولی دچار هیپوکسی یعنی که اکسیژن نباشه، یعنی اکسیژن نرسه، یعنی خون نرسه. خب پس الان شما گفتین هیپوکسی داشته، درسته؟ خب دوباره بالا گزارش روز دو گزارش زینسک مغز در روز دوم توسط رادیولوژیست کاملا عادی گزارش شده، شواهدی از خونریزی یا شکستگی جنون و حتی شواهد اسکمی گزارش نشده. می وقتی میگه اسکمی نیست یعنی خون راحت میره، خون و اکسیژن هم با هم میره، مثلا اکسیژن میگه من الان میرم حالا خون این تو خاصی بیا با هم حرکت میکنن. هایپوکسی داشته یا نداشته میدونید خیلی جالبش اینه 32 روز طول کشیده اینو بنویسن. و خانواده‌شون هم گفتن علارغم اظهارات خانواده متوفیه، اگه اشتباه نخونم ببخشید، علارغم دعوت مکرر و تماس متعدد تلفنی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و برخی نمایندگان محترم مجلس از خانواده مرحومه مهسا امینی، جالبه نمایندگان محترم مجلس بعد خانواده مرحومه مهسا امینی، شما خیلی محترمین، یک احترام این ملت بهتون نشون بدن. امنی برای حضور در کمیسیون خانواده ایشان بر پیگیری از طریق مراجع قضایی تاکید داشت و در کمیسیون حضور نیافتند. یعنی اینا انقدر محترم و خوبن که اینجوری. خب ببخشید خیلی وقت رو گرفتم، اصلا نمیدونم کسی این ویدیو رو نگاه کنه یا نکنه، ولی این چیزه بود به نظر من اینا حتی بعد 32 روز نمیتونن یه دروغ بنویسن که نشه از توش یعنی معلوم نباشه. امیدوارم به زودی به آزادی برسه ایران عزیز، یعنی مردم عزیز ایران، و این جونورای که هیچی رو قبول ندارن واقعا سایه‌شون رو از این کشور قطع کنن، یعنی وقتی قطعم نکنن مردم قطعشون میکنن خیلی زود. قربان شما، خدا نگهدار.